بیش از 800 هزار بلیت بازی های المپیک 2020 توکیو پس داده شد. به گزارش کمیته برگزاری بازیها، دارندگان حدود 18 درصد از بلیت های فروخته شده در ژاپن درخواست بازپرداخت پول خود را دادند. پس از تعویق یک ساله بازی ها ناشی از همهگیری کرونا، کمیته برگزاری اعلام کرد به دارندگان بلیت در ژاپن این فرصت داده شد که با بازگرداندن بلیت ها پول خود را پس بگیرند. در اطلاعیه این کمیته آمده از مجموع 4 میلیون و 450 هزار بلیت فروخته شده در جریان قره کشی داخلی درخواست بازپرداخت تقریبا 810.000 هزار بلیت دریافت شده است. بازپرداخت وجه بلیت هایی که طی دهم ده آبان ماه تا دهم ده آذر ماه سال جاری پس فرستاده شدند در دیماه انجام می‌پذیرد. به رغم تغییر زمان و روز بازی ها بلیت هایی که قبلا برای تابستان 2020 خریداری شدند و اکنون قرار است در تابستان 2021 برگزار شود، برای رویدادها و مسابقات برنامه ریزی شده معتبر خواهند بود این در حالی است که هنوز مشخص نیست هواداران اجازه حضور در ورزشگاه ها را داشته باشند سازمان اعلام کردند که در مورد حضور تماشاگران و هواداران المپیک در سالن ها و استادیوم های ورزش بهار سال آینده تصمیم گیری خواهند کرد در همین حال سنجی ها در ژاپن نشان می دهد که به دلیل کرونا و هزینه های روزافزون حمایت عمومی از برگزاری المپیک رو به کاهش است در جریان سفر اخیر توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک به توکیو ادعی با تجمع مقابل فرمانداری توکیو صدای مخالفت خود با برگزاری المپیک را به گوش باخ رساندند دولت ژاپن کمیته برگزاری و آی اوسی همواره اعلام کردند که قصد دارند المپیک را در تاریخ تعیین شده یعنی در 23 ژوئیه سال آینده افتتاح کنند